سلام به همراه های یوتیوبی عزیزم، به کانال من خوش اومدید. من یکتا هستم و برگشتم با یک ویدئوی آموزشی جذاب دیگه. حتما تا آخر این ویدئو با من باشید، چون که این آموزش خیلی باحاله. برای اجرای این تکنیک احتیاج داریم به یه دونه بوم، مرکب رنگی که ضد آب نباشه. اگر مرکب ضد آب باشه این تکنیک رو نمیتونید استفاده کنید. پس یه مرکب معمولی مثل برند سیمین خط یا امیران اوکی هست برای این کار. رنگ سفید اکریلیک و رنگ مشکی اکریلیک احتیاج داریم. خب قدم اول، یکم زمینه کارمون رو باید خیس بکنیم. یه مقدار آب اسپری میکنم روی زمینه. باشه، من دو رنگ مرکب انتخاب کردم که رنگاشون به هم دیگه بیان. یه رنگ بنفش و یه رنگ آبی میخوام استفاده کنم. به صورت رندوم یکم مرکب میذارم روی سطح کارم. و از هر دو تا رنگم استفاده میکنم. یکم هم از آبیه میذارم. جاهایی که رنگتون مرکبتون پخش نمیشه یه ذره میتونید روش آب اسپری کنید که فرم بگیره. میتونید با سر قلمو یکم رنگا رو توی هم دیگه ترکیب کنید. توی این مرحله خیلی مهم نیست که رنگاتون به چه فرمی قرار میگیره. خب در همین حد اوکیه، بهش زمان میدم که کامل خشک بشه. این حالت آبکی که الان روی سطح کار هست رو نمیخوام دیگه داشته باشه و وقتی که خشک شد میام با مرحله بعدی کار. خب رنگی که توی زمینه زدم، مرکبایی که زدم کاملا خشک شدن. حالا توی این مرحله به رنگ مشکی احتیاج دارم. من رنگ مشکی رو یه ذره با آب رقیقش کردم و میام کامل میزنم روی سطح کارم. بچه، رنگی که الان دارم استفاده میکنم رنگ اکریلیکه. اون رنگی که توی زمینه کار کرده بودم مرکبه، مرکب خوشنویسی که حتما هم باید مرکب معمولی باشه و نباید ضد آب باشه. حالا دیگه فقط به زمینم تایم میدم که کاملا خوش بشه و دوباره میام با مرحله بعدی کار. زمینه ای که زده بودم کاملا خوش شد. الان به رنگ اکریلیک سفید احتیاج دارم. یکم من رنگم رو با آب رقیق کردم که روون تر بشه نوشتن باهاش و شروع میکنم روی بوم نوشتن.
میبینید من رنگم سفید بود، ولی به خاطر اینکه اون مرکبی که زیر کار نوشته بودم ضد آب نبوده، الان رطوبت رنگ من باعث میشه که دوباره اون رنگ خودشو بکشه بالا و مرکب من رنگی بشه. همینطور که میبینید کار من تمام شد و یه بافت خیلی خیلی جذاب و خوشگل داره الان توی زمینش. فقط نکته‌ای که باید حواستون بهش باشه و رعایت بکنید این هست که وقتی کارتون خشک شد حتما حتما روی سطح کارتون اسپری فیکساتیو بزنید که کارتون فیکس بشه و خراب نشه، به خاطر اینکه این مرکب خوب ضد آب نبود دیگه. هر بار که دوباره رطوبت بهش برسه اگر حواستون نباشه مثلا دست خیس بکشید روی سطح کارتون، رنگتون پخش میشه و خراب میشه. برای فیکس کردنش از وارنیش استفاده نکنید، به خاطر اینکه وارنیش رو باید با قلمو روی سطح کار بزنید و این رفت و آمد قلمو باعث میشه که دوباره رنگتون رطوبت بگیره و پخش بشه. پس فقط و فقط اسپری فیکساتیو استفاده کنید. مرسی که تا آخرین ویدیو همراه من بودین. امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشین. لایک و کامنت فراموش نشه و اگه خوشتون اومد ویدیو رو برای دوستاتون هم بفرستید.